که سهمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش سهمته، شادی تو حقته، خوشحالی که سهمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش سهمته. دوره ما به پله خنده خنده مانه، بازه ها به تله یا خنده مانه، دوره ما به پله خنده خنده مانه، بازه ها به تله بزن خنده مانه. از امروز زندگی رو میبینم به چشم پدیده، قر نزنم پشت کنم به مشکلات عدیده، هرکی نخنده تبعیده، برای درست یه تقییده، بیفتی رو خنده شدیده، دل درد نگیری بعیده. دوره ما به پلی خنده خنده مانه، بازه ها به تره یا خنده مانه، دوره ما به پلی خنده خنده مانه، بازه ها به تره بزن خنده مانه، بزن خنده مانه. هونی هونی چرا تو خوب شروع شد بادو بادو. بوده جوان هستم در شبکه نسیم، اینجا خندوان است. عیدتون بفرمایید حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر حال منم عالی و حال خندوانایی تو خونه عالی. به 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 به، ان شاءالله همتون عالی باشین و عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مخلصم، عیدتون مبارک. عید بسیار خوب و پر از عشق و محبت. یه عکسی برای من یه دوستی فرستاده، سردر یک مغازه‌ای زده که در طول این دو هفته کیف بچه‌های مدرسه و کفش بچه‌های مدرسه در اینجا رایگان تعمیر می‌شود. خیلی باحاله، خیلی باحاله که بلد باشیم یه کاری رو که بلدیم، یه امکانی رو که داریم، بتونیم با حالا شرایط خودمون هر چقدر که زورمون برسه به دیگران کمک بکنیم. و واقعا در این اوقات به نظرم بهترین وقته برای اینکه این کارهای باحال انجام بدیم. شادی برنامه رو به کیا تقدیم کنیم؟ سیدا. دیروز این کار کردیم ولی بازم میکنیم. چی؟ کسایی که تازگی عزیزی رو از دست دادن. خیلی هم موافقم. همه سیدا، کسایی که یک عزیزی رو به تازگی از دست دادن، پسر دخترای دم بخت، صیادها، چه شمال چه جنوب، پدر شوهر مادر شوهرها، عروس اینقدر خودشیرین واقعا، کشاورزا، خیلی شد. بلند شیم الان همینه که عرض میکنم. دیگم چیز نکنیم که من گیج میشم. شادی برنامه امشب رو با تمام وجود و عشق از ته دلمون تقدیم میکنیم به همه سیدا، به همه کسایی که به تازگی عزیزی از دست دادن. خانومها، همه خانومها، صبر کن، کشاورزها، صیادا رو نگفتم؟ صیادا رو گفتم. پدر شوهر مادر شوهرها و همه عروسای خودشیرین، پسر دخترای دم بخت، جانبازان، صبر کن آها، و مرزبانان، و حالا سه تا شهر بگین. تبریز، سنندج، اردبیل. اردبیل رو تازه گفتیم. شیراز نه، گفتیم اینا رو. گفتیم. چالوس.
صبر کن، این شد، شد فراهان، چالوس و نه تبریز اردبیل، آه سنندج، شد فراهان، سنندج، چالوس و خلخال. تبریز و اردبیل هم روش. کرمانشاه، کرج، پردیس، اشتهارد، مغان، به افتخارتون. بفرمایین بفرمایین آقای شاه حسینی، باریکلا، بوده بیا بینم. یواش میگم، سلام سلام. شما میگم شاید این به خاطر این هم هست هر روز. آها این به خاطر خیلی چیز هست، این مچ درد من ول نمی کنه. خیلی خوب درست میشه انشالله، مداواش میکنم انشالله. من از رو میبرم دردو. بله خب قوری کشی کنی بیا. تو گفتی کرج رو گفتی اون موقع؟ آه کرمانشاه رو گفتم ولی شماره 104. سلام مخلص. سلام، اسمتون؟ نسترن رخشانی. خانم رخشانی یه عدد بگی. بگم ها امشب توی شماره هامون دو تا 500 داریم و بقیه جایزه هامون همیشه آخه بیشترین عدد اون 200ه. الان دو تا بوسه. سه. شماره خود چنده؟ 55. انشالله 55 در بیاد. 68. سلام، خسته نباشید. سلام، اسمتون؟ مائده کاظمی‌نیا. خانم کاظمی‌نیا بگین. شماره 10. شماره 10. دیدی وقتی شماره این در میاد همینجور همان به کسی که این برش در اومده میخندن. ولی خیلی باحال، خیلی موقعیت لذت بخشی آدم بتونه از این اینجا. بله به کی؟ به پدر مادر. بله بفرمایید. خیلی دوستتون دارم، مرسی بابت همه زحمتی که برام کشیدید. توی یه صفر زیادی داشتیم. شماره 30. نه 3. سلام. سلام، سارینا هشمدار هستم. هشمدار، حالا چطوره؟ مرسی. برو بریم شماره 5. 5. یکی از اون صدیا رو بردی، مبارکه، نوش جونت. 3 تا. 98. اشرف فرانی هستم، شماره 8. 8. هشت. مبارکه مبارکه، 500 تومانی دوم هم شما بردین دیگه بچه، 500 تومانی دیگه ندیدین. شماره 5. سلام. سلام، سهیلا لطیفیان هستم، شماره 7. 7. به مدت 30 روز، روزی 30,000 تومان از هر رستورانی که بخوای غذا سفارش میدی. سپاس. این خیلی باحال. یه دونم به خودم بردارم از اینا. 2-3 تا. با نگار همینجوری ما بریزیم و بپاشیم.
خب بریم بیاریم. آماده. یک. دو. دستم اکار افتاده. سه. بریم بیاریم. خیلی مخلصم، اصلا کاری نداشته باشید به لباس. این لا اومدم اینو بگم و برم. موضوع 7-8 اونایی که میخوان تو قرعه کشی 500 میلیون تومان 7-8 شرکت بکنن، گفتیم که یه 16 شهریور، همه اینا رو تکرار میکنم، 16 شهریور، و این شکلی میشه که شما اگر در طول این برنامه و تا فردا شب، یعنی یک 24 ساعت خندوانی تراکنش بکنید، قبض پرداخت بکنید، شارژ بخرید برای گوشیتون، بسته اینترنتی بخرین، استفادهش میکنین، همه مصارف شخصی خودتون، این کارا رو بکنید، بهتون چه از طریق اپلیکیشن، چه از طریق خود کد USSD، یعنی 780 ستاره 780 مربع، از هر کدوم استفاده بکنید 50 تا شانس برای هر کدوم از این تراکنش ها بهتون میده. حواستون باشه که برای روز قرعه کشی حتما باید این کارو بکنید. از همین الان شروع کنید. تمام امتیازاتتون باید به شانس تبدیل بشه. بزنید ستاره 780 ستاره 500 مربع. این از این، پس امتیازا به شانس تبدیل بشه. نکته بعدی اینکه اگر کسایی که اپلیکیشن رو ندارن برای خودشون میتونن نصب کنن. بزنین ستاره 780 ستاره 5 مربع، اینجوری آدرس اپلیکیشن لینکش براتون میاد، دنگ میزنید میرید توش، بین نصبش میکنید میره. خیلی راحت، خیلی کارا میتونین باش بکنین، خیلی کارا میتونین باش بکنین. توصیه میکنم این کارو بکنید و لذت بخشه. آها، حالا از موضوع لوازم تحریر. لوازم تحریر میدونیم که داره مدارس شروع میشه، یه عالم بچه هستن که شرایطشو ندارن که بتونن لوازم تحریر داشته باشن. واقعا بعضیشون به خاطر نداشتن لوازم تحریر خجالت میکشن و مجبورن یا به این وضعیت میفتن که اصلا تحصیلو بذارن کنار، ولی لوازم تحریر بهشون کمک میکنه، اشتیاق میده، انگیزه میده، کیف هم میکنن. خودمون یادون بیاد تو بچگی، اصلا بچهای خودمون میدونیم لوازم تحریر خوشگل اینا بهشون چه کیفی میکنن. این بچه هم منتظر همینن. بزنین ستاره 780 ستاره 96 مربع، کمک میکنیم تو این جریان باحالی که داریم برای بچه‌هایی که شرایطشون مناسب نیست برای تهیه لوازم تحریر، لوازم تحریر تهیه کنیم. چاکرم، مخلصم، بریم بیاین. حالتون چطوره؟ عالی. چقدر عالی؟ ماشاءالله به شما. خانم ها و آقایان، همین لحظه یک عزیز دلبر قشنگ ناناز مامانی اون پشت واسطه که من به شخص خیلی دوستش دارم، خیلی. شما شما مطمئنم خیلی دوستش دارین. من از طرف خودم اینو مطمئن میگم که من خیلی دوستش دارم. دلایل مختلف داره، همین که بگم بیا تو دلایلش معلوم میشه. خانم آقایان، امید حاجیلی. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. چقدر انرژی اینجا هست؟ خیلی. چقدر انرژی هست؟ خیلی. خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره اومدم توی برنامه خندوانه. قربونت برم، ما خیلی وقت منتظرتون. افتخاری برای من همیشه اینجا، چون اینجا حال همه همیشه خوبه. حالتون چقدر خوبه؟
خیلی. این انرژی برمیگرده به خود من و اینکه خیلی حالم خوب میشه. عید قدیر رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که این لحظاتی که با هم هستیم خیلی به همه خوش بگذره. شاکریم. ما هم خیلی به تو تبریک میگیم. خیلی خوشحالم از اینکه تو اینجایی. حالا چطوره؟ عالی. تو قرار بود که من از تو خواهش کردم که افتتاحیه این فصل بیایید و نمیرسیدی. بله نمیرسیدی. کنسرتات برگزار میشد و داشتی میچرخیدی. خیلی گرفتار کنسرتاییم. همین الانم که اینجام یادم یه بار دیگه هم که اومده بودم گفتم 2-3 ساعت خوابیدم. بله. الانم واقعا 2-3 ساعت خوابیدم. چه 24 ساعت. الان بعد از اینجا میریم برنامه داریم. فردا دوباره میریم جای دیگه. همینجوری هی برنامه داریم. کنسرت داریم. کنسرت تو کنسرت دیگه. هی پشت سر. آقا میشه من بیام؟ تو چند بار دعوتت کردم و نه. خواهش میکنم ادامه ندی. رامبد من چندی بار دعوت کردم و گفته میام. همیشه هم صندلیش خالی بوده، گل گذاشتیم براش اونجا. من نیومده. ولی این سری واقعا بیارام بود. به خدا میام. این آخرین کنسرت ما قبل از محرم سفر، واقعا کنسرت تابستونه. حتما با نگار میام. حتما. با نگار و مادر. داری قول میدی؟ آره به خدا. جوری هم سری هم همین قول دادی. نه نه نه. یه تضمین دیگه میشه بدی. نه. اگه نرم رابطمون قطع میشه کلا. نه رابطمون قطع میشه رام بود. نه واقعا نه. نه واقعا دوستیمون تموم میشه. ای خدا. پس قطعا میام. من دو روز قبلش اونجا. باشه. چون دو روز نیازی نیست. به خدا دوستی تو برای من مهمه. برادر قشنگم بگو میخوای چی بخونی چی کار میخوای بکنی. آه تو یه گروه بسیار قشنگ بله، اون پشت بله، بله بله من یه گروه نوازندگان دوستان عزیزم اینجا هستن که ساز دف دهل و نرم نای و سرنا هستش میزنن و اینکه یه آهنگی هستش که آهنگ کردی و لوری هست. چه باحال که توی شعر آهنگ کردی که آهنگ برزی برزی هست. من یه مقدار شعرشو فارسی کردم. و آهنگ لوریش هم آهنگ بارون بارونه و اینکه خیلی انرژی داره. خودم خیلی دوستش دارم. خیلی. تو کنسرت ها اجراش میکنیم. قبل از اینکه بیاد بیرون اجراش کردیم و انقدر همه دوستش داشتن تصمیم گرفتم ضبطش کنم. به خاطر همینم هم بچه‌ها اومدن اینجا که باهمون همراهی کنن که بتره کنیم کلا اینجا. چجوری باید خطابشون کنم؟ الو؟ بله؟ الو؟ الو سلام شده رام خوبی؟ جناب خان سلامت باشی چاکرم قربان. چطوری؟ خوبی اولت؟ خوبم. امید پیشته؟ آره. سلام برسون به چاکرم. امید جناب خان به سلام سلام, سلام جناب خان قربان چطوری؟ خیلی مخلصیم چاکرم خوش اومدی. آقا یه بار نشد بیان تو اینجا باشی یا جناب خان ما هستی اومدیم تو نبودی اینجا چرا؟ جان تو سری بعدی ما حتما میام ببینم بنده. اگه تو هم مثل رامبد قول میدی که اوضاع مشخصه. شاکرت. رامبد ببخشید مو چیز یه چیزی الان شنیدم گفتم زنگ بزنم. گفت که اگه نرم بقیه موهام هم بریزه. بقیه چیارت؟ موهام. موهام. موهات؟ کدوم همینه که هست. کدوم موهات رامبد؟ عزیز دلم همینه که الان هست اینا. سلامت باش. رامبد ما زنگ زدم قربان مو یکم سردرد دارم گفتم ژلوفن داری اگه داری بفرست برام جناب خان اینقدر مسکن نخور بعدم چرا باید به من زنگ بزنی خب زنگ بزن داروخانه چش آخه آدم میره داروخونه مگه فکر بد میکنم مثلا بگم قرص نعنا میخواد مثلا چاکرتم سلامت امید جان فعلا قربانه ما رب امید دیدار چاکرتم خدافظ قربان چاکرتم دوستانو چجوری باید دعوت بکنیم دوستانو به راحتی بگیم چی؟ بگیم که گروه نوازنده های عزیزم بیان روی صحنه. با افتخار دعوت میکنم از گروه نوازندگان عزیزمون. به 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 خیلی خوش اومدید. خیلی مخلصم. شما نیاز به یه هماهنگی برای نشستن و چیدمان و بله بله تست صدا دارید بله. بله عالی پس بریم بیایم تا بچه آماده بشن آماده 1-2-3 بریم بیا Brasil, Brasil, Brasil
برزی 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 شما ما اوزری ترزی شما ما اوزری ترزی دارم با تو ارزی دارم با تو ارزی تو زیبای بی مرزی به یه دنیا میارزی انرژی اساسی خیلی انرژی داره این موزیک. خیلی عالی انرژی داره. دمتون گرم. به همه خوش گذشت. عالی. من یه توضیح بدم رام بود. خب من که کرد نیستم. من اصالتاً ترکم دیگه. بله. ما با هم دیگه تقریبا. بله. فکر می‌کنم اصلاً از یه رگ و ریشم هستیم ما. حالا بعداً به توضیح میدم چون یه فامیلیت دوری هم با هم داریم. نه بابا. آره. تبریک می‌گم. من چون خودم کرد نیستم خیلی تلاش کردم که لهجه رو درست بخونم. ولی همینجا باید یه عذرخواهی بکنم از عزیزانی که اگر بخوان ایراد بگیرن قطعا میتونن ایراد بگیرن اگر لهجه درست نبود اگر یه مقدار اون چیزی که باید میشد نشد و یه عذرخواهی دیگه هم بابت این که من شعر فارسی قاطی این کار کردم میدونم شاید خیلی ناراحت بشن چون این آهنگ آهنگ قدیمی هست و یه اصالت خاصی داره ولی من علت این که این کارو همیشه با آهنگ‌های محلی میکنم به خاطر این هستش که کسایی که کرد نیستن هم بتونن از این آهنگ اون لذتی که باید ببرن رو بیشتر ببرن به این دلیل وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای نداره امیدوارم به دل همه ایرانی‌ها بشینه مخصوصاً کردای عزیز عالی بود اسم آهنگ هم من یادم رفت بگم اسم آهنگ اول گذاشته بودم برزی برزی ولی چون تهیه کننده کنسرت‌های تهران هم کرده خیلی گفتش که نه این آهنگ لوری هم توش هست فقط نمیتونی بذاری برزی برزی مدیر برنامه هم که پویا افشاری هم اونم یه رگش کرده اونم گفت خب راست میگه ما هر چی گشتیم اسمی پیدا نکردیم که این دوتا دقیقاً خب. بر همین اسمشو گذاشتم برزی بارون که هم اسم برزی توش باشه هم بارون باشه آره اسم آهنگم شد برزی بارون برزی بارون دمت گرم الو بله، رامبو جان بله ببخشید مو ساق پام گرفته پیروکسیکام همراهته تو الان کجایی جان کجایی ساق پام گرفته کجایی خونه نمیدونم نمیدونم الان خونه ای خونه نه میگم ساق پام گرفته الان نمیدونم کجام ازم به مغزت اگه پیروکسیکام داری که بده اگه نه که برم دنبال کارم دارم پیروکسیکام داری بله. کجاست اون پشته باشه دست در نکنه فعلا خداحافظ داروخانه‌شم آقا یه قطعه دیگه اجرا میکنین؟ یه قطعه دیگه هم اجرا میکنم ولی بدون بچه‌ها بله تو این قطعه نیستن خیلی خوب از آقایون بسیار تشکر میکنم عید بهتون تبریک میگم و خداحافظ امید یه یک دو سه بگو بریم بیاین محکم یک دو سه بریم بیاین
pore 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 chi aye na jombi paride chi chi khande bana aye na jombi paride chi chi tu khande bana اگه نجام بی پریده شانس ندست داد پریده اگه چشات شانس ندیده دورت پره هست از پریده دورت پره 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 دورت پره 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 پریده دورت پره 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 پریده چشات 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 ندیده چشات 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 ندیده دورت پره 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 خانم‌ها و آقایان، مهمان این بار خندوانه خیلی هیجان انگیزه و من خودم به شخص خیلی خوشحالم و خیلی هیجان دارم که زودتر دعوتش بکنم که تشریف بیاره تو. ولی اصولاً بذاری راجبش اینو بگم، آدم ها خیلی ها دوست دارن هر کاری که میکنن کارایی باشه که درد سر توش داره، ماجرا توش داره، سر و صدا توش داره. بعضی هم دوست دارن اون گوشه کاری بکنن مثل موش بودن برن. این از اون دست اولی هست، سرش درد میکنه، واقعا الان گوشش درد میکنه. دعوت میکنم از خانم آقایان رضا رشیدپور. من پشتم به شام شوز خیلی میکنم. منم پشتم به شام شوز خیلی میکنم. سلام. سلام علیکم. چاکریم. قربون شما. حال احوال میکنیم. سلام به همیکی. بله. قربون شما. میخواین حال احوال و سلام علیکم. بله. سلام عرض کردم. سلام. چه خوب اینجا. خیلی. جواب سلام بلند. صبح من همینو میگم. میگم سلام میکنین. جواب سلام هم دیگر رو بلند بدین. دمتون گرم. خوشحالم میبینمتون. خیلی هم متشکرم، به من محبت کردی. قربونت برم. قربونت برم. خیلی خوشحالیم تو اینجایی. زنده باشی. حال چطوره؟ عالی. الان وضعیت گوشتو میدونم. درد میکنه خیلی بد. من امروز صبح از خواب بیدار شدم دیدم که این گوشم نه میشنوه نه میبینه. درد نه میکنه میره. شدید. نه راه میره. نه حرف میزنه. آره گرونم شده. آره. غیر از گوش درد؟ نه بقیه‌اش حالم خیلی خوبه و فکر کنم باید تبریکم بگم عید رو، عیاد خیلی خوبی که هم پشت سر گذاشتیم و هم پیش رو هست، بر همگی مبارک. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خیلی خوبه اینا. می‌بینی؟ رضا الان از حال خورشید چقدر می‌گذره؟ چند قسمت؟ 500 خورده قسمت. ماشاءالله. در چه مدت؟ در مدت حدودا دیگه میشه 3 سال، 2 سال و نیم. آره. سال سخته نه؟ یادم اول که میخواستیم حالا خورشید رو شروع بکنیم جلو ساختمون 13 طبقه یه ساعت با هم حرف زدیم. آره. یادته؟ آره. رضا شهیدی فرم بود. بله. تو هم بودی و میگفتن نکن این کارو خیلی سخته. خودتو هم میگفتی سخت، ولی خب من دوست دارم چون اصلا کارم رو در تلویزیون با کار صبحگاهی شروع کردم، یه عرق خاصی به فضای صبح و مجله صبح. خیلی هم ویژه است، خیلی هم مؤثره کار صبحگاهی. آره همه جای دنیا برنامه‌های صبح خیلی برنامه‌های مؤلفی ان دیگه. خیلی خوبه. آره. حالا اینکه ما مؤلفیم ولی نه هستی تو واقعا. لطف داری. نه واقعا. ولی همه جای دنیا برنامه‌های صبح. میم الان درگیر یه چیزی ام. آقای مدیری اومده بود اینجا. آه. یه بالش، همین بالشا رو داده بودی. اینجوری گذاشت. آها بیا منم میذارم. خیلی راحت تره. آها. آه. دیگه لازم نیست باشگاه بری، لازم نیست رژیم بگیری، با یه بالش هم میکنم. آره هی دارم سعی میکنم خیلی مثلا مناسب به نظر برسیم. الان ورده ببینیم چجوری شده. چرا آخه؟ ببینیم چجوریه پشت پرده شکمه. نه شکم که ندارم. گفتم ترکیب زرد با مشکی. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. میرم از شنبه. میری شروع میکنی باشگاه؟ هم رژیم میگیرم هم باشگاه از شنبه ایشالله. این از اون شنبه های معروفه؟ که هیچ وقت نه شروع نمیشه. پیر شدیم تمام.
همیشه عالی هستی. الان حالا خورشید ثمره این همه سال کار کردن تو به حساب میاد برات؟ یعنی میگه آها این اون چیزیه که به هم مزه میده و میخواستمش و میخوامش و... نه راستشو بخوای برنامه برام مهم نیست، مردم برام مهمترن. در هر قابی که احساس کنم مردم راضی ترن، مردم حس بهتری دارن، اون میشه ثمره کار. ممکنه که همون ابتدای کار پیش بیاد یا اینکه الان بعد 25 سال کار پیش بیاد. الان خدا رو شکر حالا خورشید یک سرمایه اجتماعی مناسب داره و دلیلش هم لبخندها و محبتی که از مردم میبینم. از این جهت میشه گفت که آره به اون چیزی که میخوایم نزدیک شدیم، چون لیاقت مردم ایران در حوزه رسانه خیلی بالاتر از این حرفاست و تو خودت یه آدم حرفه‌ای هستی که داره بهشون داده میشه. آره. و خیلی باید تلاش کنیم بهتر بشه، مناسب تر بشه، آینه تمام نمای جامعه بشه. طبیعتاً تا اینها خیلی فاصله داریم اما تلاشمونو کردیم. درست. آره تو واقعا سالهاست که به هممون نشون دادی که خیلی خیلی جدی مدیوم تلویزیون برات مهمه، خیلی خیلی جدی برنامه سازی برات مهمه و واقعا اوستای این کاری و خیلی خوب میتونی. الان میتونی بگی بعد این همه سال دیگه ذائقه مردم رو تشخیص میدی؟ آره، نه اینکه از هوش مردم غافل باشیم، ما مردم خیلی باهوشتر از ما رسانه ایهان و خیلی جلوتر از ما. خیلی وقتا خیلی جلو. آره. و مدام تلاش میکنم رصد بکنم که جا نمونم. الان با گسترش رسانه ها، رسانه های اجتماعی، رسانه های مجازی، مردم از تک تک ما یه صد متری جلوتر هست. ولی ما تلاش میکنیم عقب نمونیم دیگه، تا حدودی بشناسیم. رصد چه شکلیه؟ چجوری رصد؟ یه گروه داریم، ما خیلی جدی گرفتیم مخاطب پژوهی رو. عالیه. یه گروهی داریم که حداقل هفته یک بار رصد میکنن که کجا اشتباه کردیم، چه چیزی رو مردم دوست داشتن، کجا حرف حساب زدیم، کجا حرف مفت زدیم. اینا رو واقعا هفته یک بار حداقل اون تیمی که 5 نفر هستن و اصلا تخصصشون پژوهش هست انجام میدم و در اختیار برمیدم. عالی. این کار اکثرا، یعنی تقریبا میتونم بگم هیچ کدوممون انجام نمیدیم. خب من سعی کردم جدیش بگیرم. عالیه، دمت گرم. همینم نشانه موفقیته. تو اصولا جنجالی بالش این کوچیکتر نداری؟ دیگه حالا فکر نمیکردیم بعد بیاد اینجا. اسم کنم که آره یه اصلا الوار دست گرفتم. فکر میکردیم پشتمون میذاریم. جنجالی بودن برات همیشه هیجان انگیز بوده؟ یک بار دیگه به این پرسش جواب دادم رام بود. من اصلا در زندگی شخصی آدم جنجالی نیست. اصلا. بسیار درونگرام. اینو اطرافیانم، دخترم، خانومم بهتر میتونن جواب بدن. من خیلی آدم درونگراییم. توی خونه خیلی ساکتم. تقریبا هیچ مهمانی خانوادگی همه آتیشاتو بیرون میسوزونی دیگه. چی؟ همه آتیشاتو بیرون میسوزونی. انرژی اونجا تا. آره. نه واقعا روحیه جنجالی اصلا ندارم. آدم خیلی مثلا صلح جو، اینی که آقا رفیق باشیم، دوست باشیم، ولی پیش میاد دیگه. آره. در شرایط برنامه‌سازی زنده آره پیش میاد. اینکه تو گفتگو شونده یا مخاطبت رو، کسی که باهاش داری گفتگو تو انجام مصاحبه میکنی، گفتگو میکنی رو همیشه در یک وضعیتی قرار میدی که طرف برای اینکه جواب تو بده گیر میکنه که الان اینو جواب بدم ندم. تو خیلی راحت میری سراغ این که یقه طرف رو بگیری. دستت هم این بار با پاپای هرچی طرف دور بشه باز تو دستت به یقهش میرسه. آخه بار با پاپا. آره. تو دست به یقهش. یه بود شبیه هم هستم الان با این بالشه. آره. این از چی میاد؟ این از منطق مصاحبه و گفتگو و رسانه و مدیوم تلویزیون برای تماشاگر میاد یا این روحیه رو در خودت میپرورونی؟ این چیه؟ من در ذات زندگیم هم آدم پرسشگریم. دانشجو هم که بودم خیلی پرسشگر بودم. آره. دانش آموزم بودم خیلی پرسشگر بودم، اما یک خط قرمز بسیار پررنگ دارم. چیه؟ اعتقادم اینه که گفتگو شونده به قول فرمایش شما باید حس احترام بهش دست بده. بدونه که به عنوان مهمان من بسیار برای من محترمه. در اون لحظه ما عقاید سیاسی متفاوت داریم. آره. عقاید فرهنگی متفاوت داریم. آره. اما به حکم اینکه مهمان من هست بسیار محترمه و تلاش میکنم، البته که حتما یه جاهایی هم خطا کردم،
اما تلاش میکنم که مهمانم رو عزیز بدارم، احترام بهش بذارم و وقتی اون احترام رو میبینه حس میکنه که حالا من قصدم از پرسیدن این سوال این نیست که شخصیتش رو منکوب کنم، لهش کنم. به عنوان یه پرسشگر برام جذابه که پاسخش رو بدونم. به همین خاطر خیلی راحت پاسخ میدن. یعنی به جرئت میتونم بگم که هیچ کسی از استودیویی که من گفتگو توش انجام دادم ناراضی و با اخم و تخم نرفته. بلد. همیشه خیلی مهربون با هم دیگه دست دادیم، رفیق بودیم و همون جوری با همون حس. این دیگه رفته. الان راجع به تو کسایی رو که تو دعوت میکنی که بیان دیگه برای همه جا افتاده است. قبلترا اینو چه جوری جا مینداختی؟ الهی من قربونت برم. خواهش می‌کنم. خیلی محبت. این برات هر دو تاش استفاده کن. لایه لایه. خیلی مود. اونو می‌تونی بذاری. از این کوچیک‌ترم بود بازم استقبال می‌کنم. رنگ دیگه هست میارم خدمت می‌کنم. ببین یه بررسی کنی ببین چی یاد داریم. یه رنگ دیگه. گروه بررسی بالش داریم. بله. شما گروه بررسی مخاطب دارین. یه بالش هم باشه جلو صورت هم بگیره. آره. می‌تونیم این دفعه لافتوشک پن کنیم. یه سری جوک راجع به رضا هست که خیلی بانمکه. زیاده. یه چند تاشو بخونم؟ بله. میگه توی راه به سر پل ذهاب یه ساختمون ویران دیدم، گفتم همینجا نگه دارید. به راننده گفتین؟ سوال چالشی رضا رشیدپور از حسن روحانی. این تازه فهمید چی شده. کاش حداقل رشیدپور از روحانی میپرسید عمیقا احساس خوشبختی میکنید، یکم برنامه هیجان انگیز میشد. رشیدپور دیگه فوقش بعد تو مراسم پاتخت کادوها رو باز میکرد از طرف عمه دوما. برق لامینت دندونای رضا رشیدپور اونقدر زیاده که حتی اگه پروژکتورها رو خاموش کنن برق دندوناش به تنهایی میتونه روشنایی برنامه رو تامین کنه. پیشنهاد داد بهم افته برق بود گفت آقا یه کمک. یا کمک. واقعا زشت شدم، شبیه خرگوش شدم. نه عزیزم خیلی قشنگی. یه استیکر تو این پیام رسان ها که عینک داره و دوتا دندون اینجا میگن شکل تو. دخترم برام میفرسته، اینش دردناکه. منو اینجوری صدا میکنه، میفرسته برام اون استیکره رو، میفهم با من کار داره. جانم بابا داری با جواب بدی. آره رضا رشیدپور اگر دوشنبه ها 90 هم اجرا کنه تقریبا تو 98% برنامه هست. یواش یواش دیگه باید بگیم رضا و سیما. من اولین بار اینجا افشا بکنم که یه مذاکراتی با شبکه کردم. عادل کوتابیاد از این دوشنبه رفتی تو 90. رضا رشیدپور یه پیراهن ماکسی مشکی بلند بپوشه بفرستیمش روسیه مراسم افتتاحیه جام جهانی رو خودش اجرا کنه. اینو نمیتونم شکم دارم. گل میبندی عزیز. اسم رشیدپور، شغل مهران رجبی. حالا بنده خدا مهران رجبی اینجا نیست ولی خیلی من دوستش دارم. به سلام. یه چیزی بگم؟ خیلی خوبه که با هم دیگه شوخی بکنیم و تا میتونید خیلی خوبه؟ قربونت برم. این یه زد زیادی داریم؟ حل میشه اینجوری؟ خیلی ممنونم قربونت. تا آخر برنامه یعنی بالش کوچولو. نه این حله. خیلی کوچولو نیست؟ نه خوبه. بذار؟ نه اونو پس بده. آره به نظر هر دوتاش باشه این دو خوبه. آره. خیلی من خوشننگم پس. آره. خیلی. من هستم در خدمت. استدام یه کاری داریم آخه اصلا برای اون اومده بود. طرف پخش اومدن. بگو چی؟ این که خیلی با هم شوخی میکنیم خیلی خوبه. چی؟ آره خیلی. من شاید شبیه تعارف به نظر برسه ولی میبینم که مردم محبت دارن حتی در قالب شوخی دمشون گرم. ما هرچی داریم از همین کلماتیه که مردم برای ما خرج میکنن، وقت میذارن، انرژی میذارن، لطف دارن، میگن، انتقاد میکنن، عصبانی میشن، یه جاهایی اصلا تند باد برخورد میکنن. دم همتون گرم، هم کسایی که بسیار تند حرف میزنین، حق شماست. شما باید بتونید با
با هر کسی که دلتون میخواد محکم حرف بزنید، نظرتون رو بگید، پرسشتون رو مطرح بکنید. بسیار ازتون ممنونم. و یه نکته هم دارم، نکته هم توضیحی، حالا خواستین گوش کنین نخواستین بگین که حرف مفت داره میزنه، ولی جز در یک مقطع کوتاهی که به دلایلی من برنامه هفت رو اجرا کردم، جز حالا خورشید که برنامه روتین اون بوده و تو اون ایام هم یک ماه من حالا خورشید رو اجرا نکردم که 10 شب برنامه هفت رو اجرا بکنم. اونم ماجرایی داشت اگه بپرسی بهت میگم. جز این واقعا برنامه زیادی در تلویزیون نداشتم. حالا اختتامیه فجر که خودت میدونی بارها در اختتامیه ها بودی، رفتی به تلویزیون نداره. بله. خود دبیرخونه جشنواره هم میکنه و همین یه 10 شبی هفت رو بودم، ولی خیلی دمتون گرم که میگید و میخندید و منم حالم خوبه. اصلا یکی از نشانه های اهمیت همین شوخی کردن است. بله دقیقاً. بله. همینطوره. بله. ببین ما آخه بعضی وقتا یه ژستای میگیریم. من دیدم بعضی از رفقامون در صفحات مجازیشون شاکی میشن. بابا همین مردمی که اتفاقا الان شاید بهت فوش میدن، همین مردم نباشن که اصلا تو هیچ هم نیستی. نه. یعنی همین مردم هستن، چه کسی که ازت تعریف میکنه، چه کسی که بهت فوش میده، چه کسی که بهت میخنده. بره. سرمایه تو همین سکه های طلا که اگه نباشن اصلا تو چی کاره ای؟ کاملن. اینا هستن که تو هستی. آره. خیلی درست. متشکرم. منم متشکرم. یه تعداد سواله. بسم الله الرحمن. از تو و از من پرسیده میشه، هر کدومون 5 ثانیه وقت داریم، 5 ثانیه رو اعلام کنیم. اینجوریه خب. تونتون میپرسه، من تو باید جواب بدیم. هر کدوم از سوالا هم جوابش 3 تاست، یعنی 3 تا چیزو باید بگیم. اطلاعات عمومیه یعنی. آره چیزای متنوع. آره برو بش. با من شروع کنم سه تا رودخانه معروف در دنیا نام ببرین. میسیسیپی، کارون، رن. آقای دشتی پور 3 تا افسانه عاشقانه نام ببرین لطفا. رومئو و جولیت، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد. آفرین. آقای جوان 3 تا شغل در ارتفاع نام ببرین. خلبان، مهماندار، چیز تاور کرین یارو چیه؟ این چیه؟ همون شد. این چی میگن؟ راننده نمیگن، اسپایدرمن. متصدی جرثقیل اون بالا. عزیزم پرسش شما بود به من چه؟ معذرت. آیاش پس 3 تا پرنده رنگارنگ نام ببرید. توتی، توتی سرمه‌ای، توتی قرمز. آی جوان 3 تا رنگارنگ هم دیگه. توتی سرمه‌ای بود. دیدم. 3 تا کشور که با کا شروع بشه. کانادا، کولومبیا، کامبوج. آیا شیپو 3 تا میوه بی هسته. بی هسته؟ بله. سیب هسته داره. بله. نارنگی داره. خیار. موز. آیا جوان 3 تا گربه معروف نام ببرید. گربه معروف. من میتونم. گارفیلد، گربه چکمه پوش و تام و جری. آیا شیپو 3 تا غذا با ماهی نام ببرید. وای من از ماهی خیلی بدم. از هر غذایی که توش ماهی باشه من متنفرم. حتی اسمش از 5 ثانیه‌اش استفاده کرد که اینو ثابت بکنه. آره. به همم که از ماهی بدم. 3 تا کشور سیاه پوست نام ببریم. ای بابا یه دونه شب نتونست بگیر. آیا شیپو 3 تا بازیگر نقش مادر در فیلم های ایرانی. خیلی. خانم حمیده خیرآبادی، خانم رویا تیموریان، خانم مهری ودادیان. خیلی سریا باشه. آی جوان 3 تا شغل مراقبتی. پرستار، دکتر، آی داشی پس چرا به من نمیرسونی؟ قبلا با بلد نبودن. نه 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 بدونن میگن رو هوا. آی داشی پس 3 تا شهر مذهبی نام ببرین لطفا. قم، مشهد، قم، ری. 3 تا شغل خانگی نام ببرین. تموم شد 5 ثانیه. چیه؟ آی داشتی 3 تا باغبون هست، نگهداری بچه هست، آشپزی تو خونه هست. راست میگی، خیلی خوب، معذرت. آی داشتی 3 تا حیوان شبگرد نام ببرین. شبگرد، عاشقم. خفاش، جغد. آی جوان 3 نوع حیوان که به صورت گروهی زندگی میکنن. شیر، گرگ، پلنگ نه. فیل. ای بابا نمیشه این چه وضعی اصلا خود شد. همه شواس منو پرت میکنن. چه بی جنبه. خیلی خیلی. دلفین. بگو. آی داشتی پوست 3 تا ساز ضربی نام ببریم. ساز ضربی، درام، پرکاشن و سنج. آی جوان 3 تا غذای تند نام ببریم.
آقا باقالی پلو با فلفل، ماکرونی با فلفل، ماکارونی با فلفل، هر غذا رو میشه تندش کرد. آره تو سه تا درخت بدون میوه، سرو، کاج، صنوبر. آی جوان سه تا حیوان کاج میوه داره، میوه داره، میوهش میگه خب من هر چی که بشه خورد میگه. آخرین سال از آقای جوان. آی جوان سه تا حیوان بیابانی نام ببرید. شطور. خب من باز دوباره توی پارت دیگه مزاحم تو میشم سوالی پرسم. چند تا چی جواب دادیم؟ چیکار کردیم؟ دو تا دو تا. یه مرحله هم بریم جناب خانم میاد ستایی بعد جواب بده. اونم یک آتش پاره. خوبه جناب خان. خیلی حالش خوبه. آره. خیلی هم خوشحال میشه تو رو ببینه، منتظره که بیاد تو. اون کاری که گفتید انجام دادیم. بگو چی شد؟ رئیس شیلات که گفتین آقای دکتر سالی تشفاوردم با یه صیاد اصلا دریا دل بی نظیر که ناخدا غریبی اومدن با هم دیگه صحبت کردن، حرفای رد و بدل شد، قول و قرارهای رد و بدل شد. کار ما تا اینجاست دیگه. بعضی وقتا مردم میپرسن خب که چی دورت بگردم، این تا اینجاش وظیفه ماست، حالا از اونجا به بعدش رو باید وظیفه اجرایی نداره. آره. چی بود بالاخره نگرانی واقعیه؟ چیزی که تو دریافت کردی چی؟ آره، رئیس محترم شیلات فرمودن این بود که هیچ کشتی چینی با پرچم چین به عنوان یک کشتی غریبه در آب‌های ما تردد نداره. شرکت‌های ایرانی میرن اجاره می‌کنن کشتی‌های چینی رو، میارن پرچم ایران می‌زنن و سید می‌کنن در اختیار ایران قرار میدن. پاسخ آقای دکتر صالحی بله به ما اینو گفته بودن. بله. ولی آقای ناخدا و صیاد معتقد بودن خلاف اینه. نه، موضوعشون چیزی دیگری بود. اصلا میگفتن در هر صورت این ذخیره‌های آبزی داره از بین میره. از بین میره و این تورایی که میندازن کف عمان یا خلیج فارس میگن به زیست بوم داره آسیب میرسونه. خب، کف دریاها. خب این جوابش چی شد؟ اون دیگه جوابی نیست واقعا براش دیگه. اینش به نظر منم دردناکه. ما محیط زیست رو همین ساحل هم جدی نمیگیریم. چه برسه کف دریا. اون نکتهشون خیلی درسته و به نظرم پاسخی که قانع کننده باشه دریافت نشد. نشد. دمت ترال میگفتن مثل که کرال. نه ترال. ترال. آله. آله. آره تور بعد سه طبقه ساختمون تو تور جا میشه ها، بعد این میره کف دریا هر چی که هست رو میاره بالا و اون میبلعه میاره. آره میبلعه. زیست بوم رو به خطر. خیلی درست میگن. یه خاطره دارم از تو. در من چند بار این افتخار داشتم که روی صندلی و مبل مقابل تو بشینم. قربونت برم. شب مثلث شیشه. مثلث شیشه. آره. یه بارم در اصفهان فکر می‌کنم. آره. زندرود. آره زندرود. اونجام لطف کرده. آره. مخلصم. و مثلث شیشه چه برنامه جذابی بود. در اون زمان خیلی متفاوت بود. به لطف دوستای مثل تو. برنامه‌ای بود که خیلی دیده می‌شد. خیلی. کیا یادشون مثلث شیشه رو؟ و من میشه چرا کم؟ برای اینکه شبکه 5 پخش می‌شد. شبکه 5 اون موقع مال تهران بود، مثل الان سراسری نبود. چند تا استان میدیدن اما در کل کشور. شما اگه من الان تهرانی نیستین، کیا تهرانی هن اینجا؟ زایه شدم. نه قطعا بعد دیده باشن بابا، خیلی برنامه پربیننده بود. اون چند قسمت بود و اون چند عنوان داشت؟ شب شیشه، مثلث شیشه، عبور شیشه. مجموعاً همشون با هم دیگه میشه 180 بر. آره. یکی مثلا 60 تا بود، یکی 70 تا بود، مجموعا 180 تا. خیلی تو پوست گلفتی. خیلی. و شاید خیلی از بیننده ها الان میبینم شبکه نسیم فیلم اجراهای خیلی قدیمی منو پخش میکنه. خودم هم کیف میکنم. مثلا 72 شروع کردم با. یعنی الان 1357. در اینترنت اشتباه نوشتم 54 ولی من 1357 هستم. مرداد 19 امپراتوری مرداد ماهی. داری مرداد آقا با اینکه از تولدش گذشته به نظرم یه مردادی ها رو ببینم. میدونی که بقیه هم دوست داشتم مردادی باشن دیگه. نه ولی نشد. دی ماهی ها دست بالا. ما بیشتری ما. به کیفیت به کمیت که خیلی چرا ما رو بیکیفیت فرض میکنی؟ بریم یه برد آماده؟ بلند ها تولدت مبارک
خیلی ممنونم از همیدی، خیلی متشکرم. چی هدیه گرفتی امسال بهت مزه؟ خودمو خیلی لوس کردم، قبلش گفتم همه برام کادو بخرم و واقعا هم همه جدی گرفتن، خریدن. خب و خیلی کادو گرفتم. خب چه خوب؟ آره از جوراب بعضیا میگن برای من کادو نگیرید. نه من دوست دارم. منم دوست دارم. آقا هر کسی که رفیق منه، فامیل منه، آشنای من، الان اعلام میکنم 19 مرداد اصلا فراموش نکن. دوست دارم خب. آره چرا نه؟ خیلی حس خوبی داره. معلومه سالی یه روزه. آره خیلی دوست دارم. آره بابا. شما خریدین؟ برای شما عذرخواهی میکنم. خیر. سال دیگه قول میدم حتما. 19 مرداد. قطعا. قول میدم. اس ام اس میدم خودم. نه نه. سنتوال رامبود یادت باشه هفته بعد. و چی هدیه که گرفتی بهت خیلی مزه داد چی بود؟ هدیه که گرفتم خیلی مزه داد، خیلی هدیه های خوب گرفتم، ولی خواهرم همه رفقای زمان دانشگاه همو جمع کرده بود توی کافه بدونی که خبر داشته. گفت بیا من و مامان میخواییم که مهمون شامت بکنیم. خانواده‌ام سفر بودن نبودن، خانمم و دخترم، گفتم بیا یه شام با ما بخور، حالا تولدت مثلا بد نگذر. رفتم دیدم اینا رفقای دوران دانشگاه منو، بهراد رو، سامان رو، غلامرضا رو پیدا کردن، همشون تو کافه نشستن. رفتم تو، خیلی حس خوبی بود، خیلی حس خوبی بود. یه هدیه خوب دیگه هم گرفتم، یه عزیز خیلی دوست داشتنی از خارج از کشور، رأس یه ساعت مشخصی به من گفتن حواست به گوشی باشه، من خیلی آدم تلفنی نیستم میدونی. یه زنگ زد و خیلی تبریک جذاب و جانانه گفت و خیلی لذت بردم. چه قشنگ. خدا رو شکر. این دوتا هدیه بی‌نظیر. چه کار قشنگی کردن مامان و خواهرت. باریکلا. ببین اگه دلت بخواد الان به یک نفر یک جمله‌ای بگی که کیف کنه و خودت هم البته کیف کنی، جمله محبت‌آمیز عاشقانه. به خانواده‌ام میتونم بگم، به مادرم میتونم بگم. یکی انتخاب بکن، مستقیم به خودش بگو. مامان باش و دلانم، هر نمه نچه منم زنده جانم دو اولسا سندو آنانده. بابا آجری میفهمم. بگم چی گفت یا بین خودشون بمونه؟ محرمانه بود. گفت که مامان دور سرت بگردم، هر چی که دارم به خاطر دعاهای توه. آره. خدا حفظتون بکنه همتون رو کنار هم دیگه. خانواده هم خیلی چیز با ارزش و عزیز و لذت بخشی. جوک بلدی بگی رضا؟ جوک آره بلدم، ولی اگه خنده دار بود که بخندید، نبود هم بخندید زاینا. نه ما میخندیم، خندوانه است بابا. او به زور که نه برو آقا، اصلا راحت باش. تو بگو به ما چیکار میکنی. یک نفری رفت سیرک، گفت که من خیلی خوب بلدم ادای کلاغ در بیارم. اون صاحب سیرک نگاه کرد و بابا اینجا هر روز 10 نفر میان ادای کلاغ، نمیشه آقا ما نمیخوایم. طرف ناراحت شد، پر زد رفت. خیلی خوب ادای کلاغ. خیلی خوب بود، واقعا خوب بود، اصلا نیاز به زور زدن نداشت. مشکوک بودم، گفتم شاید خوب. نه نه نه، راحت باش، عالی بود. بریم بیایم. بریم بیایم و جناب خانم بمون اضافه شه. اونجا یه یک دو سه بلند و محکم بگو که بریم بیایم. آره اون دوربین بالا. یک دو سه. یک دو سه. بریم بیایم. مگه میشه کسی باشه خنده بانه ندیده؟ مگه این که نخواد بخنده از شما بعیده؟ بخندین نخندین وقتش بریده. مگه میشه خنده بانه ندیده؟ مگه میشه کسی باشه خنده بانه هنوز ندیده باشه؟ خانم ها و آقایان، رضا رشید پور مهمان خنده بانه، جناب خان آتیش بارم بهمون اضافه شد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ببین کی اینجاست. شاکرتون رضا رشید پور با معرفت، خوش آمدی، دمت گرم عزیز منی. خدا ماشاءالله داری. ما یک کلام صحبت کردیم روی مان زمین ننداختی وجدانن، یه دست بلند به رضا رشید پور. امشو شما شهر زارشید پوره، امشو شما شهر قصاتمون جوره، امشو شما
باحال بود رام بود خیلی یه بار میگی بدون ساز میگی یه دور برامون گفتم امشو اونشو انشه رضا رشید پوره امشو اونشو انشه بساتمون جوره امشو اونشو انشه رضا رشید پوره امشو اونشو انشه بساتمون جوره بعدش گفتم با موی پرو چونه سوراخ دندون موشی توی صحبت با مهمون برنامد چموشی وی توی همه برنامه هاد مهمون میاری ولی خودت قد هفتش نفر حاشیه داری خیلی ممنونم قربان خیلی متشکرم عزیز منه حال دادی رضا دمت گرم جان عزیز شدیدم شاکرم تو هم دمت گرم که شعر با مزر ساختی براش شاکرم آقا شاه حسینی لطف کن اون محموله رو بیار عزیز دل جناب خان الان میدونی ما فهمیدیم که فامیلیم البته رضا میدونست منم اسکی میدونستم یادم رفته بود نمیدونم یه چیز اینجوری ما فامیلیم با هم مبارک باشه آره. فامیلی نزدیک هم هستی فامیلیم چه خوب دور زمونه رو ببین شاکر چرا؟ رامبو چرا؟ این باشه چون رضا ممکن یه لحظه قش بکنه سرم قندی نمکی باشه احتیاجم چقدر اتفاق عجیبی بود رضا رضا چه اتفاق عجیبی بود آره بهش بگم فینت جان؟ از دکترها یاد گرفتم فینت فینت کردی رفت افت ناگهانی فشاره افت ناگهانی چی؟ بگو فینت کردی رفت دیگه یه هایی به نظر میاد الان ببریمش این همون رو زمین بخوابونش یه موقعی همون نه با ببریم ببر لازم شد سریع بیارش شاه حسینی پس دم دست باش بی خوابی افت فشار استرس عصبی فینت. و یه خورده آریتمی قلب وقتی اینا با هم دیگه قشمش بشن آریتمی چیه رامو؟ آریتمی دیگه یعنی به هم خوردن ریتم یعنی به جایی که مثلا بگه دوبا لکتک 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 بگه دوبک لکتک دیگه بقیهش رو نگه لکتک لکتک این میشه آریتمی درسته؟ آفری بسیار زیبا توضیح دادی خیلی خب و یه چیز خوب توش وجود داره و اونم اینه که میگم موقع مرگ دور از جون همتون و شما که پای تلویزیونین میگن همه زندگی 4-5 ثانیه میاد جلو چشت و این اتفاق برای تو افتاد؟ کاملا نگو و من از اون روز به بعد یه رشید پور دیگه هم الان یه رشید پور دیگه است واقعا نه بابا من گفتم مردم خب اینقدر شیرین بود خیلی خیلی با نمک بود گفتم چه باحال مردم بعد یه نیم ساعت یه ساعت دیگه بیشتر از یه ساعت توی آی سی یو به هوش اومدم و دیدم نمردم و چقدر بعد به هوش اومدی؟ حدودا فکر کنم یک ساعت و نیم دو ساعت خیلیه این ساعت بیهوشی آره دیگه از اون لحظه رو یادم نیست تا توی آی سی یو چشمام باز کردم دوست دکتر بالا سرم منو همین سرم و کلی سیمین وصله و ولی همون اولش بهم گفتن نترس اتفاق خطرناکی نبوده ولی همونجا فینت رو به من گفتن و یاد گرفتم دیگه خدا حفظت بکنه قربونت برای همه ما خدا تو رو برای خانواده خب از اونجایی که رضا رشیدپور در برنامه سازی پیشکسوت منه منم باید پشت سرش برم ماجرا این شکلی که منم دو هفته پیش بیهوش سه هفته پیش بیهوش شدم تو خونه آره و فینت کردی؟ آره فکر کنم مال من آریتمی قلبی نبود ولی افت ناگهانی فشار بود که به هوش اومدم اورژانس بالا سرم رسیده بود شیش بود فشارم آره. منم یکی دو بیشتر سه چهار بار قبل از این اتفاق توی منزل یا دفتر کار این اتفاق برام افتاده بود نه به این شدت آره. این دفعه دیگه هشت شری بود داره فینت نره بالا یار بالا و فینتم نره بالا یار بالا فشارت نره بالا یار بالا ولا و فینت نره پایین رامبود یعنی شما همه بچه های فینتی نه تو رضا ما فینتی یه سری فینتی دورم جمع شدی تو تا حالا فینت نشدی فینت بند ما فینت بند شما فینت بندین ها تو فینت نشدی ما جز به فینت بال عمرام فینت بال خندوانه ماشاءالله رضا جون ماشاءالله رضا جون رضا اولویتات چیه تو زندگی یک دو زندگی شخصی یا زندگی کار هر چی اصلا در زندگیت خانواده اول خانواده خانواده
دوم خانواده، سوم خانواده. بخ بخ. زندگی شخصی اینطوری. ماش. خدا حفظتون بکنه. قربونت. مامان. دخترم. اون چقدی شده الان؟ الان هلن من 12 سالش رو داره تموم میکنه. چجوری رابطتون؟ خیلی خوب. هم اون خیلی بابا رو دوست داره، هم بابا هلن رو خیلی دوست داره و عزیزه داره. ترکی بلده؟ نه، میفهمه طبیعتاً، ولی چون مادرش ترک زبان نیست که به مادرش هم سلام میکنم، خب ترکی یاد نگرفته. خیلی هم دلم میسوزه که یاد نگرفته، ولی میفهمه چون مادر بزرگش باش حرف میزنه و میفهمه. ترکی میدونه که زبون درجه یکیه. از اینجا به ترکای عزیزمون. رامبول میدونی شبا چجوری برای هلن لالایی میخونن تو خونه؟ میگن هلن دان 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 هلن یه دانه یه دانه یارم نامه ربون مانا بودانه. آره بگم با این بخوابه. حتما میخوابه. هلن دان دان ریس بشو میگیره میخوابه. هلن یون مولو هلن دان 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 هلن یه دانه. رز آشپزی چجوریه؟ هلن نه ببخشی تو خودم بودم بفرگم. آشپزی 17-18 جور غذا بلدم. باریکلا. آره نیمرو با 2 تا تخم مرغ با 3 تا تخم مرغ. بعد نه واقعا آشپزی خوبه، بلدم. آره واقعا بلدم. آره آره نیمرو با 2 تا تخم مرغ ماکارونی بلدم، استانبولی بلدم، کباب بلدم، نیمرو با 2 تا تخم مرغ بلدم. و خب چون یه مدت طولانی به سبب تحصیلات اینها تنها زندگی کردم، اینه که بالاخره گیلیم هم عذاب میکشم. آفرین، واقعا آفرین، واقعا آفرین جان رامبو. چی؟ اینو بذار بگم تموم شد. داشتم اینو میگفتم که من و رضا فامیلیم. خب بعد رضا داشت اینو میگفت که با رضا گلزارم فامیلیم و من اینو نمیدونستم اصلا. یعنی من اگه حلقه وسط باشم اینجا، تو از طریق من با رضا فامیل میشم، رضا گلزارم میشیم فامیل. میگن این سینما همش فامیل بازیه. راسته یه مافیایی هستین، سینما گرفتین تو دست خودتون. همین الان لو رفتیم. آره آره سینما رو گرفتیم تو مشتمون. فیتفند بگو چی بگم؟ رضا کیه تو میشه؟ رضا گلزار پدر عزیزش، فامیل مادر نازنین منه که عموی من فامیل پدر نازنین شما. آره. از این طریق. آره اینجوری فامیلی. چقدر عجیب رامبو. نگاه کن تو یه فامیل، تو یه فامیل یکی چهرهش مثلا میشه مثل رضا گلزار، یه نفر مثل شما در میان. قدرت خدا رو میبینی؟ مگه ما چمونه؟ نه هیچی. آقا زمان ما فتوشاپ نبوده. قربونت برم. ما همینجوری بدون امکانات این شکلی شدیم. اصلا نگو دیگه این حرفا رو. مگه ما گفتم کل میدونم، میدونم دارم کلی میگم. خیلی خوب، خیلی خوب. ولی خوب گفت. واقعی گفت. آره رضا حقیقت رو نفهمید. رضا جان تو یه برنامه رامبود دعوت کو، برنامه پتشو بریز رو آب. همین کارا هست میکنی با ملت، دوام ایندازی حاشیه. پته داره مگه؟ رامبود دعوت کو بروفش. ببافم. آره ببافش. این همه رو بافته یه دور. ما رو هم بافته قبل. یه شالگردن تحویل بده قشنگ. اگه واقعا بخواید من سوال بکنید تا الان چی میپرسی؟ از تو سوال بپرسم؟ سوال سخت یا راحت؟ یه دونه راحت یه دونه سخت. یه دونه راحت یه دونه. حالت خوبه؟ این راحت. راحت بود. سوال سخت این که اوف کاش تخمه داشتیم الان این لحظه. دختر یا پسر؟ بچه دوست داشته باشم؟ فکرم دوران مختلف نظرم عوض میشه. آره تصمیم الانت. الان دختر. دختر ماه فرشته زندگی و سخت‌ترش. تا کی می‌سازی خاندوانه رو؟ ببین چیزی که مطمئنم 2 فصل دیگر مطمئنم. 7 و 8 یا 6 و 7؟ 6 و 7. 6 و 7. بله. اگر زنده باشم. ایشالله. ولی اگر که مخلصم. ولی واقعاً ادامه‌شو نمی‌دونم و حالا بخوام به تو بگم که البته خب همه در جریان قرار می‌گیرن. اینه که انقدر اصولاً پروژه سختیه. واقعا میزان انرژی و وقتی که از
همه ما و خود من انقدر میگیره که من از واقعا از زندگی شخصیم دور میمونم. طبیعیه. خیلی دور میمونم. امروز که 4-5 ساعت پشت صحنه برنامه شما هستم، برنامه زنده خوبیایی داره علارغم همه سختیاش، ولی ما مثلا یه رو به 8 صبح شروع میکنیم و میدونیم 10 هم تموم. بله. ولی برنامه‌ای که زفت داره میشه خیلی آره. درد سرخه. آره. خیلی دنگ و فنگ. خسته نباشید. مخلصی. میگم بهتون واقعا خندوانه خیلی جای خوبی بین مردم باز کرد، به حال خوب مردم خیلی کمک کرد و از این بابت از تو، از سید علی احمدی عزیز، از جناب خان شاکرم، سلامت باشی. پوریا اینجاست با پدر و مادرش. عزیز دل منه، آره قربونت برم. من دیدی جناب خان پوریا رفیقای قدیمی مونه. آره پوریا خیلی دلش میخواست که بیاد خندوانه هممونو ببینه، به خصوص دقیقا من برم ماجش کنم. بله بفرمایید پوریای عزیز رو بفرمایید. پوریا بشین تو رو خدا بشین. جناب خان معذرت. شاکرتون رضا، خوش اومدید. این بعد بشینم جناب. آره 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 بین من و پوریا قربونت برم. برای پوریای عزیزم یه دست خیلی باحال بزنید. SMA شنیدی تو جناب خانم؟ ببخشید منم بیام اینجا که همه با هم باشیم. رضا جان مو یه بچه بود با پدر و مادرش از خوزستان، مثلا چند باری اومدن اینجا، مو شرمنده شون شدم. نورسا صالحی بود اسمش. نورسا. نورسا آره. نورسا رو که ما براش یه کمک هزینه خیلی خوبی تونستیم در برنامه فراهم کنیم. ولی رضا مو فکر کنم SMA واقعا یه کمت بزرگتره یه حرفا میطلبه. من خوب اینجا یه گزارش کار بدم به لطف بیننده های برنامه‌مون. ما بیش از 10-12 میلیارد تومان، 5000 تومان 5000 تومان. ببینیم مردم چقدر بی نظیرن. 5000 تومان 5000 تومان. یعنی آدم میفهم آدم پولداری باشه یا مثلا یه 100000 تومان بدم بره. ولی ما پرینت حساب رو که میبینیم تشکیل شد از این 5000 تومانی های عاشقانه. آره بیشتر از 12 میلیارد محمد پرهام رو، نورسا رو، امیر علی رو، الان خیلی زود سبا رو که پدر مادر ناشنوا داره، ایشالله کمک از نش فراهم میشه. امیدوارم برای پوریای عزیزم، برای نیکا، نیکای دختر شمالی خیلی دوست داشتنی 8 سال است. ولی به قول جناب خان یه همت خیلی خیلی بزرگ. واقعیتش اینه که من حرف رضا رو قطع میکنم، اینه که این از زور ماها خارج میشه، واقعا زورمون نمیرسه که بخوایم این ماجرا رو جمع بکنیم حتی به کمک مردم. واقعا چارش اینه که آقای دکتر هاشمی، وزارت بهداشت و و و و بیان کنار این ماجرا بیستن و به این بچه ها کمک بشه. این یه کمک خیلی تلخ جدیه. میتونم بگم رام بود. آره. حالا شرایط اقتصادی چجوری، دلار کم زیاده، به اینا کاری ندارم. تلخی ماجرا رو و خواهشم میکنم پخشش بکنیم. بله. آدمایی که در کشور ما پول دارن، خدا انشالله 10 برابرشان بکنه، کم نیستن. بله. یه جاهای همت اجتماعی باید از مسئولیت‌های اجتماعی این آدمای پولدار شروع بشه. کسایی کارخونه‌های بزرگ دارن، واردات باشکوه دارن، اونها باید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به جای اینکه این همه بیلبورد بزنن، ریخت و پاش‌های عجیب و غریب تبلیغاتی بکنن، خیلی خوبه که وظیفه‌شون نسبت به هموطنشون انجام بدن. پدر و مادرهای بچه‌های اسمی خیلی خیلی ناامیدن و من دلم می‌سوزه، نمی‌دونم چی باید بهشون بگم. 750 هزار دلار اصلا رقم عجیبیه. یک آمپول، یه بسته ششتایی و یه دوره معالجه است. کی میتونه این کارو بکنه؟ یعنی میشه الان به پول الان میشه از که 8 میلیارد تومان بدون حالا هزینه های رفت آمد و اقامت و اینها، رقم عجیبیه. باز به تلخی حتما هم باید از کشور خارج بشن، برن جای دیگه انجام بدن. اینا رو باید با از وزارت بهداشت خواهش کنیم، از آقای رئیس جمهور خواهش بکنیم، حداقل در کشور خودمون، چون خیلی کار خاصی نیست. این آمپول ها باید که البته اونها هم دلایلی دارن، میگن مافیای دارو در خارج از کشور این حرفا. خلاصه من سررشته دقیق پزشکیشو ندارم، ولی باید حل شه. از مسئولان محترم خواهش میکنم که به این قضیه همت بکنن. ما یه رقم آقای جناب خان، عصبانی آقای شاه حسینی، سروم بیار جوش، سروم بیار الان فینت میکنه. بودو ولی یه چیزی بهت بگم جناب، بگو. یکی از رقم های وام هایی که گرفته شده و تصفیه نشده یه رقم عجیب 1200 میلیارد تومانیه.
یعنی 1200 میلیارد دلار تومان فین گرفتن فین کرده و رفته شده رفته. با این 1200 میلیارد تومان مشکل خیلی از بچهای اس ام ای در ایران رو میشد حل کرد، که خب اون عزیزی که الان نمیدونم لفظ عزیز بگم یا هر چی، مثلا این پول رو از خزانه و بیت المال میبره، باید فکر کنه که حق تک تک این 80 میلیون به ویژه مثلا پوریای عزیزمه که اینجا نشسته با چشمای معصوم دوست داشتنی. واقعا فینتون به او آدم رامبو جان خدا رو جالا بزن تو کمره. پوریا پوریا لباس را را، پوریا پوریا صورت مثل ما، پوریا پوریا لباس را را، پوریا پوریا صورت مثل ما، پوریا 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 عشق، پوریا 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 عشق. ای جونم قربونت برم، سلامت باش، شاکرم. اوه شاه حسینی چیکار کنی؟ جان یه حرفی داره با جناب خان. میکروفون شاه حسینی بودو الان میکروفون میارم تقدیمت میکنم، بعد تو هر چی دوست داری بگو. پوریا نوکر تمام بفرمی. جان دلم جان. سلام. سلام پوریا، چطور آموشلونک؟ ماشاءالله جون دلم. بگو جناب خان دعا کن که من را برم دوتایی با هم دیگه ساده نیعنبان بزنیم. نیعنبون بزنیم با هم دیگه. یکی که الان براش میزنم خودم. ایشالله پوریا این انبون فقط به عشق خودت زد و ماشاءالله. وجدانن یه دست بر پوریا. ماشاءالله ماشاءالله به پوریا. بارکالله رضا. از الان فضا رو عوض بکنیم. میگم رضا. میدونم گفتم جان حرف بدی قربونت برم. جان مگه حرف زشت خدا نکنه. نه میدونم تو حواس منو پرت میکنی انگار من از تو یعنی به شک میافتم که شاید تو رو صدا کردم. نه ما حرف محبت آمیز میزنم. دبت کرد رضا جان. بابا میگم حرف محبت آمیز دارم بهت میزنم. خب تو که میبینی حواس من پرت میشه نگو. چش چش دوست ندارم. باشه چش رضا جان. جان تو دلم گفتم چه رضا میپرسن یه سوال پیش میاد کی؟ که نه میگم کی میپرسه این سوال دوبله داره میکنه. خب به فارسی سخت چقدر رضا بی ادبه. آقای مرزبان سلام. مرزبان سلام. اهلا مرزبان. آقای مرزبان اولین بار فارسی سخت و رواج داره. بله 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 ماشاءالله. سلام میکنیم خدمت و رسانه‌های آلمان. جان بفرمایید. میگن که رضا چطور میتونه در تلویزیون اینقدر مستقیم به سراغ موضوعاتی بره که اصولا برای هر کسی اینقدر راحت نیست گفتنش. این از چی میاد؟ یا رکترش این که یه پارتی خیلی مهم داره و من که جوابشو میدونم. آره و دارم آخه. اوکی. آره یک پارتی خیلی مهم دارم و یه پشتوانه خیلی مهم دارم که اینجا میخوام ازش تشکر بکنم، چون اگر نباشه نمیتونم که اینقدر صریح صحبت بکنم. و اون پارتی خیلی مهم، پشتوانه خیلی مهم، همین هایین که داخل استودیو نشستن، هر کسی که قدرت مردم رو رامبد جوان جان قدرت مردم رو دست کم نگیرید. مردم پرسشگرند، یا آقایان سیاسیون قبول میکنن مردم بپرسند قانع بشوند یا نشوند، یا قبول نمیکنن که دیگه عاقبتش با خودشونه. من تلاش میکنم که بپذیرند که مردم حق دارن بپرسند، حق دارن گلایه‌مند باشن و حق دارن قانع بشن، اونم با منطق نه با زور. بنابراین به رفقای دیگرم هم از در تلویزیون توصیه میکنم که از این پارتی و پشتوانه حتما استفاده بکنن. هیچ کسی زورش نمیرسه که این پارتی رو از شما بگیره و
نذاره که حرفتون رو بزنیم. خیلی عالیه. ما توی خندوانه به خاطر اینکه اصولا کارکرد دیگه ای داریم، ما کارکردمون سرگرمی بله. تفریح و رسالت و برنامه بله. همون چیز دیگه ای هست. نمیتونیم خیلی به این موضوع بپردازیم. خیلی هم بهمون گفته میشه که از درد مردم بگید، از گرفتاری ها بگید، از مسئول سوال کنید فلان. واقعیتش اینه که ما اصولا تعریف برنامه‌مون این نیست و تخصصش رو هم نداریم و تخصصش رو رضا و کسی مثل تو داره که این همه ساله داره به این موضوع میپردازه و اصلا برنامه تعریفش اینه، یعنی تو میشینی و زمان پخشش، سبک برنامهش، مردم برنامه شما رو به این دلیل میبینن که یه یکی دو ساعتی حالشون خوب بشه، لبخند بزنن، فشار عصبی رو کم کنن. حق میدم درسته، ولی خدا رو شکر از اون منجلاب هم در اومدی رضا. خدا رو شکر واقعا یه مدتی درگیر عبور شیشه ای و مثلث شیشه ای و اینا افتاده بودی تو کار شیشه. خدا رو شکر خوب در اومدی، اومدی تو حالا خورشید. خدا آره همت کردم دمت گرم باشه، اومدم به روشنایی خورشید. رام بود بله. یه برنامه میخوام رقیب حالا خورشید بسازم. میدونی اسمش میخوام چی بذارم؟ بذارم حالا وای 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 حالا شنگه؟ اسم برنامه اینه حالا وای 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 به پشتوانه همین مردم بود. جان اول کی؟ آقا دفعه قبل من بردم آره یکی کمتر پرسیده آقا جوان شروع کردم با آقای جوان تقلب نبود اشتباه کرد غلط کردیم دورت شده حالا یک کاری میکنم شما ببازیم تلاششو میکنه آره پس با شما شروع می‌کنیم. سه تا اصطلاح جنگی بگین لطفا. جنگی یعنی نظامی و آره، جنگی. آره آره آتش عالی بود. آقای جوان سه تا وزارتخانه نام ببرین. ارشاد، صنایع، بهداشت. جناب خان سه تا ورزشکار غیر فوتبالی نام ببرین. یوسین بولت، مایکل فلپس، سرنا ویلیامز. سومی کی بود؟ سرنا ویلیامز. کیه؟ سرنا ویلیامز. سرنا ویلیامز. از خودش بپرس. کیه؟ چه ورزشکاریه؟ سرنا ویلیامز تنیسوره. آها. خیلی داشتی پوست. سه تا حیوان که روی درخت زندگی میکنن. سنجاب. بنر. سنجاب. رامکال. آره رامکال. یادت رامکال. آره رامکال. رامکال جوان. آی جوان. سه تا اتوبان نام ببریم. همت، چمران و امام علی. سوالا رو داری؟ به ایشون میرسه میگه خیابون بگو. به من میرسه سه حیوانی که جزء پستانداران آبزی روی درخت ولی هستن و نام. خب بگو نمیخوایم جایزه بدیم. جایزه نداره آخه. برو بریم. جناب خان سه تا اصطلاح بدنسازی نام ببریم. هالتر، فیلتر، اسکات. فیلتر؟ فیلتر چیه؟ چون اصطلاح دومی یکم زشت بود فیلترش کردم. بگو. آیداش بود سه تا چاشنی نمک، فلفل. آی جوان سه تا وسیله در فوتبال. توپ، تور دروازه. ماشاءالله رام بود. آفرین. باریکالله. بالاخره توپ رو یاد گرفتی. آفرین. جناب خان سه تا فیلم بگین که با میم شروع بشه. من و رامبول، من و رضا، من و بابام. ممکنه ساخته بشه. آقای رشید، سه تا عنصر شیمیایی مورد نیاز بدن انسان. سدیم، پتاسیم، منیزیم. آقای جوان، سه نوع مار نام ببرین. مار بوا، مار پیتون، مار افعی. جناب خان، سه تا از مشکلات جوانان نام ببرین. ازدواج، احلام، پدر احلام. جان آی رشید پور سه تا خوراکی چسبناک نام ببریم. چسبناک، خاگینه، عسل، آدامس. آفرین. خوب گفت، خوب گفت. آی جوان سه تا غذای تیلیتی نام ببریم. آبگوش، کله جوش، اشنه. جناب خان سه تا رنگ با میم شروع بشه. مبز، مرد، مابی. چی؟ مبز، مرد، مابی. مو کم زبونم میگیره. سه نوع رنگ بود.
خب گفتم مرد میشه زرد دیگه، ماوی هم میشه آبی. جون مادرت قبول کن شاه حسین، جون هر کی دوست داری. آیش بو سه نو پلو نو هم ببرین، کلم پلو، باقالی پلو، شیبی پلو. آیا جوان سه تا لوازم میدادی که خود رو لاستیک، آچار، جک، قالپا. جناب خواست سه تا خانم سیاست مدار نام ببرین. آنگلا مرکل، آنگلا مرکل، خانم محسومه ابتکار. خوب نام بردم. آی رشید رامبود محسومه اختراع هم اگه میگفتم قبول بود. آی رشید پور سه تا حیوان نیشدار نام ببرین. مار، زنبور، پشه، خر. آی جوان سه نوع وسیله خر نیش نداره. خر رامبود، خر وقتی اعصابش خرد میشه چیزا حالیش نیست، یک نیش نیش هم میزنه. ما برخورد داشتم. آی جوان سه نوع وسیله شوینده نام ببرین. وسیله؟ بله. حالا یه رو بگو وسیله تم شو. ماشین ظرفشویی، بخارشو. آره راست من اصلا نفهمیدم. جناب خان سه تا تابلو راهنمایی رانندگی. زرد، سبز، قرمز. اگه میشه اینو به جای اون سوال رنگا من محسوب کنید. آیا داشتی پول سه تا اسم دختر که به نون ختم میشه. به نون ختم میشه. نازنین، شیرین، نگین. نگین. سب کن چی گفتی؟ چه شد اونجوری هوار زدی؟ چرا یه هوار زدی؟ میخرفت تو پامی پایین رام بود. بیام کمک؟ نه نه. آی جوان سه تا شغل که لباس فرم مخصوص داره. چی؟ سه تا شغل که لباس فرم مخصوص. آتش نشانی، پرستارا، پلیس. پلیس. جناب خواست سه تا کلمه که توش گل باشه. گل، گلدان، گلاب. گلاب دیگه چه میگم چرا چه خبر. و آخرین سالها آی جوان سه تا غذای سفید رنگ نام ببرید. پلو، شیر برنج، ماسخیا. آفرین. می خندی؟ آی جوان سه نوع می بافمت برای چی با جواب سوال ما می خندی؟ چی میگی؟ تو گلابه گفتم تو رون برگشته می خنده. نظرت می خوام چته؟ دانیال و چماق وردا ببینم. آقا جان. با شما؟ تو گفتم گل، گلدان، گلاب. عزیزم. چی می خندی خو؟ قربونه شکلت چرا؟ چیه بگو؟ خب گفتم گل، گلدان، گلاب، به چی تو رو ما میخندی؟ آقا ببن عزیزم زشتی مهمونه. قربونه برم مهمونه اینجا. میدونم نه میدونم میدونم میگم گفتم گل، گلدان، گلاب، به چی تو رو ما میخنده؟ نکن جان رامبود نکن. آقا من معذرت میخوام. رامبود شما به من ببخش. چه آخه میخندن شهر. همه دارن میخندن. اشکال ندار بخندن؟ نه باشه ببخشی. بعد این همه مدت تو خنده باره میگه حاج آقا حلال کن. حاج آقا حلال ما توجیه نبودم. حلال کن حلال کن. ادامه نده لطفا. دو تا سال دیگه مونده آقای جوان و جناب خان. آقای جوان سه نوع بیمه نام ببرین. بیمه عمر، بیمه شخص ثالث، بیمه آتش سوزی. جناب خان سه نوع قابلمه نام ببرین. قابلمه حلبی، قابلمه روحی، قابلمه تفلون. بابا قابلمه حلبی نداریم. نداریم واقعا قابلمه حلبی. شما پول دارا قابلمه حلبی نداریم. ما عمرمون تو قابلمه حلبی غذا خوردیم. اونا که قابلمه حلبی داشتن تو بچگی هاشون دستا بالا. جون مادرتون دستا بالا. بفرما. الکی نگین. تو قابلمه حلبی داشتی؟ بله بله. مامانت داشت؟ بفرما. آرار اعلام کن. دانیال جان ببخشید. دانیال. ببخش دانیال جان. آرای آقای میرسلیم چقدر شد؟ جان چرا آقا سه تا رو جواب داد؟ من ده تا رضا نه تا مو سه تا؟ سوال داری؟ سوال داری بازم؟ یه دون از رضا بعد بپرسی اونش جور اون آخری که نپرسی سه مدل خانه نام ببریم. خانه؟ ویلایی، کلنگی، آپارتمان. آفرین آقا ده ده شدیم من بردم من بردم با اجازه خواهش میکنم چاکریم رضا کوکا تو خلبانی؟ من؟ آره آره جدن توی کارا هستی نه خلبانی آره. نام بلدی یکی از حسرت هام همینه جناب خان چی؟ که ای کاش که 3-4 سال پیش خب میرفتم تکمیلش میکردم و الان میتونستم هواپیمای مسافر بری برونم عاشق نگو واقعا داری میگی؟ آره عاشق خلبانی مسافر بریم ولی خب یه
هفتش ماه کاملا خلوت میخوام که بتونم تکمیلش بکنم و آقا ردیف کو برو وجانه، یعنی هواپیماهای سبک رو میتونی بپرونی؟ بله، سه نوع مدرک خلبانی ما داریم، پی پی ال، سی پی ال، آی آر. یکم فقط بی ادبی مدرک ها به نظر من پی پی ال پی پی نه این مؤدبانه شه. اوکی نه میدونم بفهم. میشه برای هواپیماهای سبک، هواپیماهای فوق سبک. بعد میرسه مراحل تکمیلی تر که هواپیماهای سیویل یا هواپیماهای کامرشیال که هواپیماهای سنگین حساب میشن. خیلی یه 7-8 ماه خیلی خلوت میخوام که جزو آرزوهای زندگیمه. چقدر هیجان انگیز. رامبود یه مدرکی هست از هواپیماهای سیویل، الان عکسشو میتونیم با هم ببینیم. سیویل اینا این همونیه که اول برنامه گفتم. اینها این مدرک هواپیماهای سیبیله. چه سیبیلی داشتم؟ این گریمه. این تویی؟ آره این گریمه. واقعا گریم بود؟ آره گریم بود. مال فیلمیه؟ نه یه مجموعه تو همین شبکه نسیم ما داشتیم سال 90 یادم اومد. آره عینک آفتابی. عینک آفتابی. آره این به گریم همونجا. آره یادم اومد. رضا اگه بخوای به ما قول بدی که بیرون از اینجا یه کاری بکنی، یه نفر تا چند نفر خوشحال شن، چی کار میکنی؟ چه جور آدمی خوشحال بشه؟ آزاد، هرچی. من خیلی خیلی بچه های کار رو خیلی دوستشون دارم. این مدرسه صبح رویش هم دیدم توی برنامه شما هم در مورد صحبت شد. یه شبی رفتیم با رفقا مدرسه رو دیدیم. اولا که از مردم خواهش میکنم که اگر از این بچه های کار چیزی نمیخرند و معتقدن که اینا باندن، گروهن، هرچی، اصلا به این کاری ندارم، ولی سر چهارراه‌ها با این بچه‌ها خوش برخورد باشین. بله. میتونیم لبخند بزنیم. بله. حالشو بپرسیم. بله. دست براش. بله. یه بیسکویتی بدیم، نمیدونم. بله. حداقل اینجوری میتونیم. بله. مهربانی بکنیم. شما به من دستور بدید که چند تا مثلا بچه کار با هم دیگه یه روز بریم یه جایی، یه مجتمع خرید. بله. مثلا هر چی که دوست داریم بخریم، 7-8 نفر بعد بیاین. چه باحال. آره به در آستانه مدرسه هم هست دیگه. آها اونا مثلا آره میتونن مثلا لباس و برای مدرسه و این آره چیزایی بخرن. تعدادی که خب جیب من اجازه بده ها. 7-8 نفر رو تو با هر چیزی شما 10 نفر. 10 نفر. 10 نفر بریم. عالیه. عالیه. دمت گرم. من یه نکته بگم راجع به صبح رویش که رضا جون الان گفته، شما مطرحش کردیم. تعداد بچه‌هایی که توی مدرسه هستن که 500 نفرن، اینا مشکلشون خدا رو شکر حل شد به کمک شما، دمتون گرم. اینا الان میتونن تو مدرسه بمونن همچنان به همون وضعیت با همون شرایط تحصیلشون ادامه بدن. 600 خورده فکر کنم 612 نفر بوده، یعنی 100 خورده از این بچه‌ها به خاطر شرایط بد اقتصادی که مدرسه پیدا کرد مجبور شدن از اونها خداحافظی کنن. الان از اینجا به بعد دیگه باید کمک بکنیم اونا برگردن، یعنی دیگه هر کمکی بشه برای بازگشت اونا به مدرسه است که این اتفاق هم میفته. دمت گرم، این به نظرم خیلی پیشنهاد باحالی بود. در حد توانم به چشمم عالی. مهران مدیری هم الان یادم افتاد، چون به ما گفته بود من یادم رفته بود بگم. مهران مدیری هم قرار بود که به 20 تا پاکبان یا رفتگر کمک بکنه، به هر کدوم 1,000,000 تومان بده، چون قرار بود دیگه فیلم برداری نشه. اعلام کرد که انجام دادم، اون 20 نفر نفر 1,000,000 تومان رو بهشون هدیه داده و منم میتونم که مستنداتش رو به خودت بدم، ولی اگر اجازه بدی فیلم برداری بله، نشه. بله. آره. نه همین تو ما قبول داریم. مخلصم. دمت گرم. لبخند بعد بزنیم 15 ثانیه، البته چون تو رضایی و ما خیلی لبخندای تو رو دوست داریم 20 ثانیه‌اش می‌کنیم. همینجا الکی لبخند بزنیم. لبخند به تماشاگرش تو خونه. آماده ای؟ اصولا ذاتاً همیشه لبخند بله به لبم هست. آماده؟ رامبود همزمان اون لبخند شبیه رضا رو هم اون پشت می‌بینیم. کدومو؟ الان می‌بینیم. اینو. آماده. همینو اجراش کن. براش می‌شمریم 20 ثانیه. برو بریم. 1 2 3 20 19 18 17 16 15 14 13 12 قربون دندون بزن. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ممنونم، قربونت برم، دمت گرم، خیلی ممنونم که بلند شم. نه راحت باشید. من هدایای رضا رو تقدیمش بکنم.
کتاب بر لایک رفته حسام الدین مقامی کیا. بسیار عالی. آره خیلی هم کتاب چقدر هدیه خوبیه. مفرحه. آره داریم بر لایک میدیم واقعا. فقط فینت. بله بله. بر فینت رفته. پنج دفتر فاضل نظری. به 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 جناب فاضل نظری. آره. عزیز خیلی متشکرم. و هدیه 780 تقدیمه. خیلی ممنونم از مخلصم حامی خندوانه. و لوحمون که خیلی برامون عزیزه. بله. لطفاً یه جای بذار که ببینیش. حتما. در کنار بقیه افتخاراتی که کارم اصلا میذارم. مخلصم دمت گرم. من یه خواهشی هم داشتم. خیلی عذرخواهی میکنم از برنامه‌تون سو استفاده میکنم آه. اما خواهشم اینه که این بالش‌ها رو میتونم با خودم ببرم حتما چون خیلی خوب بودن حتما هر دوش مال تو همین بود خواهشم بله بله یه تشکر میکنم منم از همه رفقایی که به من لطف دارم مخصوصا امروز از صادق درستکار عزیزم و آقای ریسمانی عزیزم که همیشه من محبت دارم مخصوصا امشب خیلی کمک کردم من برسم به اینجا از هر دونه قربون رضا جون قربونت برم یه لحظه یه بوس هم به ما بده و بله قربون شکل ما قربونت سلامت من باش من افتخارم شما رو ببوسم فدای تو داری میری اینم همراهت ببر قربونت برم که عزیزم دست خالی نباشه چیه این بازش کنم گفتم حالا بله بازش کو بله خدمت شما یه چیز ناقابلیه اول ببوسمت بوسو بده که عزیزم چه بوی فینت خوبی میده فینت خوب چه چی بود آوردین گندشو در آوردین چرا ویلا ندادین کنار در نو ندادین چرا ویلا گوجه فرنگی بود چیه اینا کالباس چرا خیلی ما میدونم رضا نون و کالباس و گوجه خیار خیلی دوست داره عاشقشم من از کجا فهمیدی اینو؟ گفتم تو راه گشنه میشه یه لقمه بذاری دهنت قربون سلام همین میدونی الان همین 10 دلار به خدا دست درد نکنه تازه با دلار جهانگیری مو گرفتم الان چند برابره خیلی ممنونم خیلی متشکرم جناب خان عزیزی خیلی ممنون قربونت تو احساس فینت کردی یه لقمه بذار دهنم سلام تقدیم به شما متشکرم مخلصم از مردم خیلی ممنونم قربونت برم گوشت چطور بهتر شدی آره حواست پرت اینجا گرمه بهتر شد متشکرم از شما خیلی لطف کردید تمنام می‌کنم خدا نگهدار خدا بفرمایید. میاو. اودافز رضا. اودافز خیلی وقت بود این کارو نکرده بودی. اودافز رضا خیلی وقت بود این کار نکرده بودی. قشنگ خدافظی کردم با. خیلی. اودافز خوبی گفتم. خیلی. جا کردم. چه دی قشنگی بهش دادی. خوب بود. آره کالباس خوب برات گرفتم. کالباس اینا. 90 درصد بود. 90 درصد خوب خیلی پول بالاش دادم. ولی واقعا سوسیس کالباس نباید خیلی. خیلی ضرر داره ولی عجیب خوشمزه است. رامبورد به اندازه کافی میکنم بدبختی اینه که همه چیز خوشمزه ها که ضرر دارن یا نوشابه ضرر دارن خوشمزه چیه؟ نوشابه با یخ چه جوابی میده رامبورد یعنی هم خودش ضرر داره همون سرد بودن و یخ بودنش ولی عجب خوشمزه هست قبوله خیلی تو تابستون که اصلا تهدیگ چرب وای وای تهدیگ چرب تهدیگ چرب کالباس سرخ شده بندازی مایونز یه لیتر بریزی روش بخوری سکته قلبی کنی بیافتی بابا خیلی جواب میده در جا خیلی جواب میده نون خامه یای بزرگ وای وای تعدیق هم برای چربی خونت ضرر داره هم دندوناتو خرد میکنه خیلی خوبه تعدیق آره آره خدایا شکر بریم بیایم که باش از تو خداحافظی میکنم جناب شاکرتم سلامت باشی خیلی خوشحال شدم دیدمت مراقب خودت باش فدا رام با جون فدا چی؟ فدا فقط حاج آقا عذرخواهی میکنم او کار درست نبود نکن ول کن نه میدونم دم در وایسا بعد برمیدونم بابا آقا بریم بیایم من درستش کنم بریم بیایم یک دو سه Oh.
خانم آقایان، امید حاجیلی. آقای امید خان حاجیلی، شما ترکین؟ بله. منم ترکم. تبریک میگم. متشکرم. خیلی خوشحالم میبینمتون. کیا ترکن؟ دست بالا بیا. تعدادمون کم نیست. عزیزم یه ترکیه یه کاری بکن. لحشم خیلی خوب نیست. اصلا مهم نیست. آره. پس یه چیزی میخونم که همه اونایی که ترک نیستن بلد باشن. بگو. بذار بخونیم. برو بریم. پس یه ریتم بگیریم، ما هم دیگه دست بزنیم. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. بیا. پنجردن داشگلی. آی بری باخ، بری باخ. آخه پنجردن داشگلی. آی بری باخ، بری باخ. خمار گزن یاشگلی. آی بری باخ، بری باخ. خمار گزن یاشگلی. آی بری باخ، بری باخ. بری باخ. بری باخ. دست برای همه ترکا بزنید که خدایی خیلی باحال هست. این که ثابت کنم ترکا خیلی باحال هست، یه نمونهش رامبد جوان. چقدر باحاله. چاکرم. بریم آقا. آهنگ بعدی. بله. عالی بود. مرسی. عالی بود. خیلی عالی بود. چقدر انرژی اینجا هست؟ خیلی. دمت گرم. خیلی مخلصی. بوسه.
بریم برای خداحافظی، تشریف بیارین اینجا، بریم برای خداحافظی، بلند شیم به احترام مردم عزیز ایران و بگیم مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم، خیلی شما خیلی عزیزی، خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه، خیلی و بازم عیدتون خیلی مبارک، خیلی گفتم زمون چون اینجاشو دوست دارم، گفتم زنگ بزنم. اشکال داره؟ تو کجایی؟ خیلی نه کجا از کجا داری منو میبینی؟ من نمیبینم رام بود، مگه باید ببینمه؟ خب پس منو میشنوی؟ آره دیگه، گفتم حس کنم و کجا رو خیلی. نه تو کجایی که داری ما رو میشنوی؟ باید بگم رام بود. بله خوی چیزا آدم باید تو دل خودش بریزه. خیلی خوب باشه رام بود، بریز تو دل رام خود بود. بله به امید بگو آجیل خوب ما بخوایم از کجا باید بگیم؟ عزیزم امید هاجیلیه نه آجیلی. امید آجیلیه، آجیلی نه 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 آجیل نه, نه. رام بود هاجیلی پسته خوب دارن، کشمش خوب دارن، بگیر تا نرفته. خیلی خوب یه نیم باشه. کیلو هم فندق خوب بگو به ما بذاره کنار. باشه فندق بدشی؟ نمیدونم جناب خان جام فندق میخواد چیکار؟ حالا دیگه گفتم شما آجیلی هستی فندق خوب گیر نمیاد. نمیدونم جان فندق با لبو سازگاری نداره، نخوری با هم نفاخه؟ یکم فکر کنم اذیت چی؟ جدی میگی؟ آقا نکن با خودت انقدر ور نرو، کار عجیب غریب با خودت نکن رامبو. بله آمیتریپتیلین 500 همراهته؟ وای نه میشه قطع کن نه بذار خدافظی کنیم تموم شه. عیدتون مبارک باشه برایتون، برای همه مریضا دعا میکنم، هممون از ته دلمون که ایشالله هر چی زودتر از بستر بیماری بلند شن. شما یه آرزو بکن و خدافزی کنیم. آرزو میکنم که همه انرژی خوب داشته باشن و همه ایرانی ها هر جایی که هستن همیشه حالشون خوب باشه. الهیان خیلی مهمه. الهیان مخلصیم رو به اونجا. یک دو سه شاد باشی. Thank you.